در ادامه ویژه برنامه جنبش دادخواهی رادیو ایراوا امروز در خدمت آقای محمد خدابندلویی هستم، فعال سیاسی هوادار مقاومت ایران، یکی از شاهدین قتل عام 67 و ساکنین سابق کمپ اشرف. قسمت اول این گفتگو رو امروز خواهید شنید. دندانپزشک مردمی علی خدابندلویی و محمود خدابندلویی، پدر و برادر میهمان امروز ایراوا، به ترتیب در سالهای 1360 و 69 اعدام شدند. آقای محمد خدابندلویی خودش 8 سال رو در زندان‌های رژیم آخوندها در دهه 60 و 70 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در اسارت به سر برد. او توانست بعد از آزادی از آخرین دوره 6 ماهه زندانش در سال 1375 ایران رو ترک کنه. آقای خدابندلویی تا سال 1388 در کمپ اشرف بود. سلام میکنم خدمتتون آقای خدابندلویی و تشکر میکنم که دعوتم رو برای شرکت در ویژه برنامه جنبش دادخواهی قبول کردید. به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای خدابندلویی. منم متقابلا سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو ایراوا و تشکر میکنم از شما که از من دعوت کردید. خواهش میکنم آقای خدابندلویی، فکر کنم بحث رو شروع کنیم از زمانی که شما دستگیر شدید. میتونید برامون تعریف کنید که آخرین بار دستگیریتون کی بود؟ کجا بودید که دستگیر شدید؟ چند ساله بودید و به چه جرمی؟ البته من در طول دهه 60 و 70 بارها دستگیر شدم، همینطور در سال 1358 و 59، ولی دو بار دستگیری اصلی داشتم که محکوم شدم، حکم گرفتم و به زندان اوین رفتم. اولین بار در دوم مرداد 1361 بود که به مدت 7 سال حبس محکوم شدم و البته همون 7 سال هم در زندان موندم. بار دوم در سال 1372 دستگیر شدم توسط وزارت اطلاعات و در سال 1373 آزاد شدم. و شما یکی از شاهدین قتل عام 67 هم هستید چون زمان زندان بودیم، درسته؟ بله، من در تابستان 1367 در زندان اوین بودم و شاهد قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان اوین بودم. شما گفتید سال 58 هم تا 59 یک بار دیگه هم دستگیر شدید. میتونید برامون توضیح بدین این دستگیری ها در سال 58 و بار دوم که دستگیری چقدر تفاوت داشت با این نحوه دستگیریتون و کجا بودید و جرمش یکی بوده، درسته؟ بله، من از بعد از پیروزی انقلاب هوادار سازمان مجاهدین خلق بودم. در انجمنهای هوادار مجاهدین در دبیرستان دارالفنون و همینطور در محلمون که محله خزانه بخارایی بود در جنوب تهران فعالیت میکردم. در سال 58 و 59 دو یا سه بار البته من دستگیر شدم، ولی دستگیری توسط پاسداران کمیته های به اصطلاح انقلاب اون زمان بود که همگی در جریان پخش اعلامیه یا بروشورهای تبلیغاتی سازمان مجاهدین بود و مدت موندنم هم توی بازداشتگاه های کمیته چند روزه بود، یعنی میزان زیادی نبود. ولی در روز 30 خرداد 1360 بعد از اینکه تظاهرات بزرگ مسالمت آمیز در تهران به خاک و خون کشیده شد، من مثل بقیه به خونم رفتم. پدرم هم که یک دندانپزشک بود اونم از تظاهرات برگشته بود. شب هنگام یعنی 30 خرداد ما رو توسط کمیته های انقلاب اسلامی که این یکی مربوط به منطقه نازی‌آباد منطقه 13 بود دستگیر شدیم در خونمون و من نزدیک 2 هفته توی بازداشتگاه کمیته بودم، ولی پدرم در هفته اول به زندان اوین فرستاده شد. این به اصطلاح 3-4 باری بود که من در واقع در فاز سیاسی به خاطر فعالیت‌های تبلیغاتی یا شرکت در تظاهرات دستگیر شده بودم. سرنوشت پدرتون چی شد آقای خدابندلویی؟ پدرم فکر کنم روز 6 تیر ماه، یعنی 6 روز بعد از اینکه توی بازداشتگاه کمیته منطقه 13 که نازی‌آباد تهران بود با من در یک جا هم بند هم سلول بودیم، به زندان اوین فرستاده شد. بعدم در تاریخ 19 مهر ماه ما از طریق روزنامه ها و تلویزیون رژیم خبردار شدیم که پدرم به همراه 72 نفر دیگه در شب قبلش تیرباران شدن که اتهام همشون هم حمایت از مجاهدین یا گروه های سیاسی دیگه بود که اون زمان بودن. متاسفم و روحشون شاد. شرایط زندان شما چگونه دیدین اون موقع آقای خدابندلویی؟ میدونم یک جوانی بودید، به هر حال احتمالاً هم ترس درونتون بوده، هم دلهوره بوده و هم از شرایطی که نامعلوم بوده. میتونین اون شرایط بر ما توضیح بدین؟ بله، من اون موقع که در سال 1361 دستگیر شدم که در واقع به زندان اوین منتقل شدم و بعد مورد بازجویی و شکنجه‌های وحشتناک قرار گرفتم، بعد
اونجا خودم هم در جمع بقیه زندانیان شاهد شکنجه های بسیار سخت و بیرحمانه بودم. 18 ساله بودم، برای من مثل همه جوانای اون که اون زمان دستگیر شده بودن خیلی سخت بود، غیر قابل باور بود، انگار که ما با یک پدیده عجیب غریبی روبرو شده بودم. خب طبعا ترس، التهاب، اضطراب، همین چیز به من هجوم آورد تو اون جریان. خب یک جوان بی تجربه هم بودم، اصلا نمی‌دونستم دنیا چیه، شکنجه چیه، بیرحمی چیه، شقاوت چیه، مرگ رو تقریبا میشه گفت فهم نمی‌کردم، مثل همه جوانان و جوانای دیگه که من باشون هم بند بودم، چون من در بندی بودم که زیر 18 سال بودم در زندان اوین در سال 1961. امسال من بزرگسال حساب می‌شدم تو اون بند، بقیه همه بین 14 تا 18 سال بودن تو اون بند. شرایط وحشتناکی. چند نفر بودین توی بند؟ البته اون بندی بود که به سالن 6 معروف بود. اون زمان من فکر کنم که بیش از 200 نفر زندانی داشتش که شامل تعداد اتاق بود که البته تو هر اتاقی بودن 25 نفر تا 30 نفر ما بودیم اون زمان. اتاقا تقریبا 4 متر در فکر کنم 4 متر بود. تو اون دیگه بیادم بود. تصورش هم، من خیلی با زندانیان سیاسی سابق خیلی صحبت کردم آقای خدابندلویی، ولی هر وقت که با یک زندانی دیگری، زندانی سابق دیگری در واقع صحبت میکنم، باز حالت التهاب و ترس به منم دست میده و اصلا باور کنید خودم رو حتی توی ذهنم هم نمیتونم به جای شما عزیزان بگذارم. به هر حال امیدوارم که یک روزی یک شرایطی به وجود بیاد که تو ایران ما دیگه هیچ کس به خاطر عقایدش و وابستگیش به گروه های سیاسی زندانی نکشه و اذیت و آزار نبینه، در واقع به خصوص جوان ها، به خصوص جوانایی که شما صحبت کردین ازش در سن 14 و 15 سالگی در زندان به جرم سیاسی بودن، واقعا خیلی وحشتناک است. بله، یه نکته که باید بگم خانم غفاری و شاید بعد نمیشه که شنوندگانتون جریان قرار بگیرن، این که برادر منم همبند من بود در همین سالن 6، یعنی برادر من یک سال زودتر از من به زندان اوین برده شده بود. اون زمان که برادرم دستگیر شده 15 سالش بود، به من موقعی که دیدمش 16 ساله بود. بعد اونجا در واقع در نظر بگیرید که من اولین بار که برادر خودم رو تو بند دیدم مثلا حال خیلی بدی پیدا کردم. دیدن من خودم 18 سالم بود، بعد برادری داشتم که 16 سالش بود و قیافش اصلا تغییر کرده بود تو این مدت که من ندیده بودمش. بعد اون داستانه بازجویی‌ها و شکنجه‌ای که شروع در سال گذشتهش، یعنی حساب کنید در 15 سالگی شکنجه شده بود، برای من تعریف می‌کرد که خیلی منو منقلب کرد. هنوز هم که هنوز وقتی بیادش می‌کنم حالم دیگرگون میشه. بله، و ترس شما هم اضافه می‌کرده پس اون شرایط، نه؟ وقتی شنیدین از سرنوشت برادرتون؟ لازم بگم که ما تو این یک سال اصلا هیچ اطلاعی از برادرمون نداشتیم، امکان ملاقاتشون نداشتیم و هیچ ارتباطی نداشتیم، ازش کاملا بی خبر بودیم. وقتی که من بعدم توی بند دیدم، اول که نشناختم، اون منو شناخت، بعدش دقت کردم دیدم که این برادر منه. بعد خب خیلی چیز بود، بلاز عاطفی هم برای من سخت بود، چون که این جادم برادر کوچیکش رو ببینم که توی زندان هم بندشه. بعد از اون طرف هم به یاد خانواده میافتادم که خب مثلا من زندانم، دادش کوچیکم زندانه، بعد این خانواده‌ام یا مادرم چی میکشن، یا خواهرام برادری کوچیکترم چی میکشن از این وضعیت. یعنی اینا بیشتر از اینکه وضعیت خودم و سرنوشت خودم اون موقع مطرح باشه، نگران برادرم و وضعیت خانواده‌ام به لحاظ روحی داشتن. روی هم رفته چند تا از اعضای خانواده‌تون زندانی کشیدن آقای خدابندلویی؟ در دهه 60 من و پدرم و همینطور دو برادرم که یکیش همین احمد بود که براتون تعریف کردم که 15 سالگی در سال 60 دستگیر شده بود، و همینطور یک برادر دیگر کوچکتر از اون که محمود بود ولی در سال 1165 دستگیر شد، البته 67 آزاد شد قبل از شروع قتلام، ولی متأسفانه مجددا در سال 1169 دستگیر شد و همون سال هم بعد ما خبردار شدیم از کانال های دیگه که زندانی ها به ما خبر دادن، در همون سال 69 هم اعدام شده شد. در واقع ما در اون سال من و پدرم و دو برادرم زندان بودیم، البته اعضای دیگه خانواده من مثل مادرم و بقیه هم بودن زندان، ولی مدت های کوتاه‌تری بودن، در واقع بازداشت موقت بودن برای چند ماه یا مدت کوتاه‌تر. افراد خانواده‌تون که اعدام شدن آقای خدابندلویی، آیا جسد هیچ کدوم رو بهتون برگردوندن یا به خانواده برگردوندن؟ در مورد پدرم باید بگم که همونطور که قبل گفتم روز 19 مرداد از طریق تلویزیون
کسانی که اون زمان به یادشون بیاد، اعدام هایی که روزانه در ابعاد 10 نفر یا بعضا 100 نفر انجام می شد و اسامیشون از تلویزیون پخش می کردن بعد از ظهر توسط کانال های استان، هر استانی، که ما خبر مربوط به اعدام پدرمون رو از طریق یکی از آشنای نزدیکمون از تلویزیون شنیده بود گرفتیم. روز بعدش هم اون اخبار مجددا در روزنامه ها منعکس می شد و اسامی درج می شد. ما به این وسیله خبر گرفتیم، بعد مراجعه کردیم به من، چون اون موقع اصلا فراری بودم، سنم هم خیلی کم بود، ولی عموی من اون موقع روی مراجعه کرد و بعدش یک شماره قبر دیگه دادن به ما که گفتن این قبر این شخص، که در کنار اونم بقیه اعدام شده هم در کنار قبر پدرم هستن. ولی در مورد برادرم محمود که در سال 1969 دستگیر و اعدام شد، اساسا حاضر نیستن که مسئولیت این، یعنی رژیم حاضر نیست مسئولیت هم دستگیری و هم اعدام رو به عهده بگیره و نفی میکنه. من خودم بار دوم که در سال 1972 دست زندان دستگیر شدم، به بازجو گفتم که شما برادر من رو دستگیر کردید، اعدام کردید، شاهد این شخص، این زندانیه، من اسم زندانی رو هم گفتم شاهد رو، که البته اون زمان تیرباره شده بود خود شاهد. اولش این بازجو وزارت اطلاعات گفت که من میرم به پرونده رو نگاه میکنم، بیام بهت میگم که جریان چیه. بعد رفت، روز بعد دیدم اومد با یه توپ پر که احتمالاً از بالا بهش گفته بودن، گفت که ببین این حرفا حرفای منافقینه و شما میخواید آبروی جمهوری اسلامی رو ببرید، و اصلا همچی چیزی نبوده، نه برادر دستگیر شده و نه اعدام شده توسط ما، برادر تو توسط خود مجاهدین در جریان درگیری‌های داخلیشون کشته شده و فلان و اینا، منافقین میخوان بنزن گردن بزنن. یعنی این واکنشی بود که بازجوی وزارت اطلاعات به من نشون داد و به نوعی منو تهدید کرد، گفت اگه تکرار کنی این حرفی که تا حالا زدی رو به جرمات اضافه میکنیم که تو داری علیه جمهوری اسلامی ایران داری تبلیغات منفی میکنی. ولی در مورد برادر سومم که احمد بود، که همونی که گفتم همبند و خودم بود، در سال 1961 احمد در سال 1966 فکر کنم به ارتش آزادی بخش پیوست و در سال 1967 در جریان عملیات فروجاویدان به شهر رسید. روشون شد. آقای خدابندلویی، فکر می‌کنید رژیم چرا از تحویل دادن اجساد شهدا به خانواده‌هاشون خودداری می‌کرد؟ خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا یک دلیلش اینه که وقتی که بخواد تمام اعدام شده ها رو اجسادشون رو تحویل بده یا براشون قبر مشخصی رو معین کنه، خب اولا آمار جنایاتش روشن میشه و میشه خب آمار مشخصی به دست آوردش، شاید این یکی از دلایلشه. دلیل دوم طبیعتاً اکثر این زندانی ها خب شکنجه میشدن در طول زندان یا اتفاق دیگه براشون میفتاد، خب طبعا اونا دوست نداشتن کسی اجساد زندانیان اعدام شده رو ببینه. و البته من فکر می‌کنم که این یک ابزاری بود اضافه بر همون کشتارها یا شکنجه یا زندان، که در واقع مرعوب کنه جامعه رو و به جامعه تفهیم کنه که تو این زمین ها اصلا هیچ جنایتی فروگذار نیست. برای مثال وقتی که پدر من اعدام شد، عموی من یک مجلس ختمی ترتیب داد و تعداد خیلی زیادی از فامیل ها به این مجلس ختم رفتن که در خونه خود عموی من بود، چون پدر من یک دندان پزشک مردمی و بسیار انسان دوستی بود و خیلی اونو دوستش داشتن و محبوب بود و بلاز اجتماعی. بعد کمیته پاسداران حمله کردن به این مجلس ختم که تو خونه عموی من بود، شاید ده ها پیرمرد، پیرزن، بچه کوچیک، بچه قنداقی، زن حامله رو دستگیر کردن، با 3 تا اتوبوس اینا رو منتقل کردن به زندانی در جاده بهزهرا که یکی از کمیته های دورافتاده اون منطقه بود، حوالی همون قرچک کردن معروفه. بعد اینها رو بعد از اینکه کلی بازجویی کردن و اذیتشون کردن، ازشون تعهد گرفتن که دیگه حق ندارن برای هیچ به قول اونا منافقی مجلس ختم بگیرن یا عزاداری کنن. این در واقع یک ابزاریه، یعنی ندادن جسد یا مشخص نکردن فرد خودش یه ابزاریه برای ارعاب جامعه، برای اینکه به جامعه تفهیم کنه که تو این زمینا خطوط قرمزی داره که هیچ کس نباید ازش عبور کنه و یا در مثلا براشون عزاداری کنه. بله، در این حال خودشون اسامی اعدام شدگان رو اعلام میکردن، شما الان گفتین دیگه، یا تو تلویزیون پخش میکردن یا تو روزنامه چاپ میکردن. بله، اون زمان خب لازم بود که ترس و وحشت رو و اون میزان از وحشت رو تو جامعه القا کنن، خب طبعا این کار میکردن. ولی بعد از اون که دیگه احساس کردن که تونستن وحشت رو دل جامعه ایجاد کنن، دیگه تقریبا
از اعلام اسامی یا دادن اجساد یا حتی مشخص کردن قبر خودداری میکردن در بسیار از موارد. آقای خداوندلویی، دلیل اصلی که من از شما دعوت کردم تو این بحث شرکت بکنید، یه کار جدید و جالبی من از شما دیدم اخیرا توی فضای مجازی که خاطرات شفاهی خودتون از زندان رو دارین توی یوتیوب منتشر میکنید. من تا به حال همچین روشی رو ندیده بودم و به خصوص به صورت روز شمار که یک زندانی بیاد و خاطرات سابقش رو منتشر بکنه. میخواستم ازتون بپرسم این کار از کی شروع کردید و هدفتون چیه از این کار؟ این ایده سالا وقت تو ذهن من بود که خاطرات رو به صورت شفاهی بیان کنم، ولی تقریبا اواخر سال گذشته بود که من به ذهنم زد که بیان خاطرات به صورت ویدئویی و شفاهی رو به صورت روز شمار بیرون بدم و منتشر کنم. برای همین از روز 11 خرداد 1398 یعنی همین امسال این کار رو شروع کردم. اولین ویدئو من مربوط به روز 11 خرداده که مبنای اونم 11 خرداد 1367، یعنی روزیه که من به همراه بیش از 150 زندانی مجاهد از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شدیم و از نظر من و بسیاری از دوستانم که اون زمانم همین فکر میکردیم، این یک اتفاق خاص و ویژه بود که بعدها متوجه شدیم که زمینسازی قتل عام زندانیان در زندانها بوده که ما رو از زندان گوهردشت اوین منتقل کرده بودم. برای همین من اون روز رو انتخاب کردم، 11 خرداد 67 رو به عنوان مبنای انتخاب کردم. ولی از اونجایی که بیان روز به روز این خاطرات سخت بود، چون یادآوری هر روز به طور مشخص سخته، من فقط روزهایی رو که به طور برجسته تو ذهنم باقی مونده یا دوستانم تونستن به من کمک کنن که اون روزها رو بیاد بیارن انتخاب کردم. واقعا هدفتون فقط بازگو کردن این خاطرات هست، این که هدف بالاتری دارین از این کار؟ طبعا صرف بیان خاطرات که خودش هدف نمیتونه باشه، بخصوص که به یاد آوردن اونها و بیانش برای من خیلی سخت، کار راحتی نیستش. ولی من فکر می‌کنم که ما بازماندگان اون قتل عام یا شاهدین اون جنایت بزرگ یک وظیفه و یک تعهدی داریم قبل از هر چیز نسبت به همه اونهایی که در اون سالها شکنجه شدن، جانهاشون گرفته شده، رنج کشیدن، به خصوص خانواده های این بچه‌ها که بیش از حتی فرزندانشون در قبال این جنایات رنج رو تحمل کردن. این وظیفه منه که اولا اطلاعات مربوط به اون دوران رو افشا کنم، دوم از این که افکار عمومی رو همینطور تمامی نهادهایی رو که میتونن در قبال این موضوع کاری بکنن رو به وظایفی که داریم و اونها دارن آشنا کنم و یادآوری کنم. در واقع این در کادر یک دادخواهی، یک جنبش دادخواهی که الان هم خوشبختانه این جنبش به راه افتاده. شما هم اشاره کردید، خب سخت یادآوری اون زمان و البته به یاد آوردن رخدادهایی که در یک روز مشخص انجام گرفته خیلی خیلی سخت داره به نظرم. آیا یه جفت فکر کردید با خودتون که ممکنه در خاطرات اون روز مشخص اشتباه کرده باشید، بخواد اصلاح کنید، با اینا چجور برخورد میکردین، با این اشتباهاتی که احتمال داشت اتفاق بیفته؟ البته همونطور که میگین کار فوق‌العاده سختیه و من شاید کاری درست نبوده، ولی من خودم شخصا تردید دادم که تا چیزی رو کاملا مطمئن نیستم بیان نکنم. البته این به نظر من دستبستگی ایجاد میکنه و بخش قابل توجه از اون داده ها و اطلاعات و خاطرات رو حذف میکنه از بیانش، چون که من نمیتونم اون دقت رو در موردشون مطمئن بشم. ولی اون چیزی که من تا به حال بیان کردم چیزایی بودی که کاملا مطمئن بودم و هم خودم مطمئن بودم و هم همبندی ها هم سلولی های سابق هم که الان بهشون دسترسی دارم مطمئن شدم و یاد از طریق منابع و مراجع دیگه که الان وجود داره توی رسانه ها یا توی اینترنت کاملا مطمئن شدم استفاده کردم و به هر حال رو سعی کردم به سمت اونی که مطمئنم حل کنم، نه اونی که مطمئن نیست. خب حالا اگه من از شما سوال کنم که آیا میتونید خاطره بر ما تعریف کنید از چنین روزی 20 مرداد سال 98، ولی برگردیم 31 سال پیش 20 مرداد 1367، چه اتفاقی افتاد تو اون روز؟ ببینید، من روز 7 مرداد 1367 به هیئت مرگ برده شدم و محاکمه شدم که روز جمعه بود. وقتی هم که منو برگردوندن به سلولای انفرادی به همراه ده ها زندانی چشم‌بسته دیگه بودش، ولی همه اون زندانی ها رو از من جدا کردن، یعنی در واقع از بند انفرادی قبل از اینکه وارد سلول بشن جدا کردن، بردن و اعدام کردن که در میون اونا من دو نفر رو هم
شناختم، یکیش علی زاره همسلول خودم بود که با هم از سلول اومده بودیم بیرون چند روز قبلش، و حسن فارسی که هم مدرسه خودم در داروخونه بود، که با هر جفتشون صحبت کردم. به طور خاص حسن فارسی اون روز گفت که من دارم برای اعدام میبرم. اون مبنا که روز هفته مرداد بود من وارد سلول انفرادی شدم رو به خوبی به خاطر دارم، یعنی چیزی نیست که هیچ وقت فراموشش کنم. و بعد به ترتیب اتفاقاتی که بود، مثلا روز بعدش که با یه صحنه‌ای رو روبرو شدم که برام اولین بار بود و جالب بود، و همینطور روزهای مربوط به عید قدیر و داستانی که مربوط به اون داشتن، که همه اینا کاملا مشخصه که چه روزی بوده و نمیشه دامنش اشتباه کرد. ولی من 2 هفته در انفرادی بودم، یعنی از روز هفتم تا تقریبا 22 مرداد من در انفرادی های موسوم به آسایشگاه زندان اوین بودم. به همین دلیل من تا حدود زیادی با توجه به اون اتفاقات میدم سلولا میافتاد، تونستم که اون خاطرات رو بیاد بیارم. در مورد روز 20 مرداد من فقط میتونم بگم که تقریبا در یه همچین روزی بود، یا شاید هم روز قبل از این بود، که من اون روز توی سلول مثل همه روزهای دیگه برای خودم قدم میزدم، فکر میکردم، شعر میخوندم، به از شوفاجی که اونجا بود میرفتم بالا، بعد از اون پنجره خودم بالا میشیدم و بیرون رو نگاه میکردم. بعد شب هنگام، و البته در طول روزم با سلولای کنار دستیم که من بهشون گفتم همسایه های به سلولای انفرادیم، مرس میزدم و باهاشون صحبت میکردم. شب فکر کنم شاید ساعت 8-9 شب بود، هوا تاریک شده بود، من داشتم با سلول سمت راستم، یعنی همسایه سمت راستم که محمد رضا سرایدار بود، مرس می‌زدم که یهو محمد رضا با یک مشت محکم به دیوار کوبید و ساکت شد. این مشت کوبیدن وسط مرس اعلام خطر، چون ما همیشه مرس می‌زدیم باید مراقب می‌بودیم که پاسدار نزدیک نشه، نشنوه و یا وقت ما رو تو اون وضعیت دستگیر نکنه. ولی به هر حال همون موقع هم صدای دریچه در سلول محمد رضا رو شنیدن که باز شد، و پاسدار بهش گفتش که داشتی چیکار میکردی؟ اون گفت که هیچ کاری نمیکردم، نشستم دارم فکر میکنم. گفت که نه تو داشتی مرس میزدی. گفت نه من مرس نمیزدم. یک بحث و جدلی بینشون شد، و بعد پاسدار محمد رضا رو بیرون کشید و شروع کرد به کتک زدنش، و بعد بردش برد. و من تا ساعت‌ها همینجوری گوشمو تیز کرده بودم، و البته منتظر بودم که بیاد سراغ من، چون وقتی اون مرس میزد یعنی به معنی بود که داشت مثلا با من صحبت می‌کرد. به شدت ترس برم داشته بود، منتظر بودم که خب بیا منم بگیرم بزنن. بعد اون موقع تازه فقط این نبود که مثلا میگفتن که چرا مرس زدی، بعد اون موقع گفتن در مورد چی داشتید با هم صحبت میکردی، چه اطلاعاتی داده بودن میکردی، و ممکن بود موضوع خیلی پیچیده‌تر هم بشه و سخت‌تر هم بشه. به هر حال من تا ساعت‌ها گوشمو تیز کرده بودم که ببینم که کی میاد سراغ من. مثلا خیلی مضطرب بودم، استرس داشتم، بعدش هم منتظر بودم که بعد از چند ساعت دیدم نیومدن، خب منتظر بودم که محمد رضا کی برمیگرده به سلولش، و خوابم هم نمی‌برد. مثلا ساعت 12:30 که نیمه شب شده بود دیگه، گوشم رو چسبونده بودم به در سلول و گوش میکردم ببینم صدای داد بیداد کتک خوردنی میاد یا نه، چون راهرو سلول افرادی موسوم به آسایشگاه راهرو خیلی بزرگ و طولانی بود، و محل اصلا پاسبخشی یا محل استقرار نگهبانا که معمولا زندانی می‌بودن اونجا و دست جمعی کتک می‌زدنم جای دوری بود. من خیلی گوشم تیز کردم که بشنوم که ببینم چه اتفاقی میفته. بعد این صدایی هم میپیچید داخل این راه رو یا توی این مثل زوزه باد بود، که یک همهمه صدایی میومد، که مثلا من خیلی وقتا فکر میکردم یکی داره داد میزنه، یکی داره جیغ میزنه، یکی داره فریاد میزنه. ولی وقتی که خیلی گوش میکردم میدیدم که نه، این صدا خیلی ثابته. بعد با خودم میگفتم نه، این صدای مثلا زوزه یا اون جریان حواس که لایه این درها میپیچه و دریچه مثلا در خود منم رد میشه، اینجوری صدا میده. به هر حال در یک وضعیت خیلی گنگ و مبهم و ترسناکی بودم. تو آخرش بالاخره خوابیدم، یعنی نمیدونم توی خوابم بود. بعد صبح که بلند شدم گوشامو تیز کردم ببینم که آیا از سلول محمد رضا صدایی میاد یا نه، آیا برگشتی یا برنگشتی. بالاخره متوجه شدم که محمد رضا هستش و اون برگشته نیستم. بعد از یه مدتی که کاملا مطمئن شدم که دیگه هیچ خطری وجود نداره، روز بعد باهاش مرس زدم و ازش سوال کردم. گفت که آره پاسدار حد زده بود که من دارم مرس میزنم، چون موقعی که رو به دیوار بودم و سرم به دیوار چسبونده بودم اون منو دید، ولی من زیر بار نرفتم، منو بردن اون زیر هشت اونجا و خیلی زدن منو، گفتن که تو داشتی مرس میزدی، با کی مرس میزدی، در مورد چی. اینا مثلا بالکل نفی کرد که مرس میزنه.
و در واقع به این وسیله هم ممرزا با این کارش هم از اون اطلاعاتی که خب وجود داشت حفاظت کرد، هم از من حفاظت کرد، در واقع من هم از یه خطر نجات دادم که منم همیشه تا هر وقت یادم میادم مرحوم این مقاومت ایستادگی و فداکاری ممرزا میدونم. این تقریبا اتفاقی بود که من البته خودم مطمئن نیستم که روز 19 بود یا 20، ولی در همون محدوده بودش، چون میدونم که روز بعد یک اتفاقای دیگه افتاد، روز بعد از این برای من شخص من یه اتفاقاتی افتاد که اونا رو در ویدیو شماره 11 بیان خواهم کرد که اینا من کنار هم گذاشتن این اتفاقات یادم میاد که یه همچین چیزی بود که یا روز 19 بود یا روز 20 این خاطره من دارم. بله، انفرادی که شما الان برای ما توضیح دادی خب خیلی محوطه خیلی کوچیکی بوده. چجوری شما راه میرفتین تون سلول انفرادی آقای خداوندلو و به چی فکر میکردید بیشتر؟ ولی این انفرادی ها عرضشون کمتر از 2 متر بود، مثلا 1 متر رو فکر کنم 90 سانت بود، طولشون هم بیش از 2.5 متر بود و شاید نزدیک 3 متر بود. دستشویی و توالت در داخل این سلول قرار داشت، یه بخشی کنج سلول هم مربوط به کانال تعصب بود، یعنی در واقع میشه گفت که این یک سلولی با عرض 2 متر در 2.5 متر بود. ما در طول این سلول که 2.5 متر بود قدم می زدم و مرتب سرتن می رفتم اینا، که تازه خیلی از بچه ها یا خود من هم حتی بعضا حتی توی این مسئله می دویدیم مثلا به عنوان ورزش اگر این کارش رسته. ولی من خودم راستش بخوام اون زمانا به همه چی فکر می کردم. آدم وقتی تو انفرادی و از همه جا بی خبره، هیچ اطلاعاتی نداره، فقط دیوارها هستن که اونو محاصرش کردن و نگهبان ها و زندانبان ها تمام تلاش رو میکنن که آدم در بیخبری محض بمونه، خب طبعا ذهن آدم به همه چی میره. ولی اون موقع ها من بیشترین موضوع ذهنی من این بود که چه اتفاقی داره برای من و برای دوستانم و برای بقیه همبندی ها و همزنجیران هم داره میفته. بیشتر به همبندی های خودم در بند 4 بالای زندان ایلی فکر میکنم که از اونجا اومده بودم و همش میگفتم اونا چی شدن، چه اتفاقی برای اونا افتاد. خب من اومدن بردن این دادگاه که من فکر کنم اون زمان مثلا دادگاهیه، ولی بعدا اسم هیئت مرگش گذاشته شد. خب نمیدونستم چه اتفاقی برای اونا افتاده. بعد به خانوادم با هم فکر میکردم، میگفتم الان خانواده من که خب یه ماه از من بیخبرن مثلا یا مدت هاست از من بیخبرن، چی فکر میکنن الان در بیرون، آیا مردم میدونن چه اتفاقی داره برای ما میفته و همه چیز. اما همه چی فکر میکردم، هر چیزی که ممکن به ذهن آدم تبادر کنه. گاهی موقع یعنی ذهن خودتون برای خودش کار میکرده دیگه. بله خانم غفاری، این اساسا یکی از کارکردهای سلولای انفرادی برای بازجوها و شکنجهگرها و زندانبانها همین موضوعه. یعنی یک زندانی رو در یک محل بسته با اطلاعات کاملا بلوکه شده قرار میدن، بعد در نتیجه ذهن زندانی به شدت فعال میشه، بیش از حد معمول فعال میشه. بعد این فعال شدن میشه گفت مخربه در رابطه با اون اتفاقی که داره تو زندان میفته. یعنی زندانی به هر چیز ناممکنی هم حتی فکر میکنه، به هر اتفاق عجیب غریبی فکر میکنه، به هر آینده عجیب غریبی فکر میکنه. و برای همین هم است که کسایی که زیاد تو انفرادی ها میموندن یا فشار بیشتری رو تحمل میکردن تو انفرادی ها، عمدتا دچار مشکلات روحی روانی میشدن و بعضی هاشون هم حتی کاملا روانی میشدن. و اون شکنجه‌ای که میدادن توی قبر میذاشتن هم تا حدودی همون شرایط سلول انفرادی رو براشون داشته دیگه، درسته؟ خیلی شبیه بوده به هم دیگه. البته این موضوع مال سال قبل تر از من قزل اصلا بود که من تجربهش ندارم، ولی میشه گفت که اون قبر در واقع یک فاز بالاتر از این بوده، که یعنی یک تجربه اضافه تر از این انفرادی بوده که اون زمان سیستم سرکوب رژیم در زندان قزل اصلا به کار برده بودش. بله حتما که بیش از این چیزی بود که من به شما گفتم. توی توضیحاتی که شما میدین آقای خداوندلوی، ارتباطتون رو با زندانیان دیگر چه در سلول انفرادی چه در بندهای دیگر، شما گفتید که از مورس استفاده میکردید برای که ارتباط برقرار کنید با سلول بغلی، برای سلولایی که دورتر از شما بودن چه جوری ارتباط برقرار میکردید؟ شیوه ارتباط گیری در زندان خیلی برای ما مهم بود. زندانیان سیاسی و به طور خاص زندانیان هوادار موجود بود با شدت دنبال این موضوع رابطه بودن، براشون مهم بودش و از هر نوع امکانی که ممکن بود استفاده میکردن. رایج‌ترین اونها به خصوص توی سلول‌های بسته مورس زدن بود، که مورس هم به دو شکل صدا که با زدن ضربه انجام شد که تقریبا شبیه همون مورس های کلاسیک هستش، و یک شیوه دیگه هم که بهش میگفتن مورس با سایه یا بازی با نور بود، که البته این بازی با نور شامل فقط محلایی میشد که از طریق نور همدیگه رو دید. مثلا در گوهردش تو سلولای انفرادی میشد رو سلولای انفرادی روبرو رو دید، و اگر در چنین وضعیتی قرار میگرفتیم میتونستیم با حرکت دست سمت بالا و پایین و چپ و راست در واقع اون مورس رو بزنیم.
ولی در مورد مرس با صدا بر اساس ضربه تکی و ضربه جفتی ما ردیف و ستون حروف الفبا رو مشخص میکردیم که بعد در کنار این از استفاده از یادداشت‌های کوچیک جاسازی شده یا از طریق صحبت و گفتگوی مستقیم، مثلا از طریق کانال‌های دستشویی یا کانال‌های هوا که تو سلولا بود یا حتی از پنجره. خب توجه شدیم میگم خاطرات هم میگم که خیلی وقتا زندانی ها طریق پنجره با هم صحبت میکنن که خود منم در همین دور زمانی ازش استفاده کردم که تو خاطرات بعدی بیان میکنم. پنجره بین سلول ها منظورتون است؟ بله، پنجره که هست سلولی است و خب شما وقتی از اون سلول با صدای بلند صحبت کنید سلول دیگه طریق پنجره اونو میشنون یا از زیر در. یکی دیگه از اونها هم زیر در یک شکاف خیلی باریکی بود که البته خب همه اینا بسیار پر ریسک بود، چون وقتی که شما صحبت میکردید نگهبان ها و پاسدارا میتونستن بشنون، اولا میتونستن اطلاعات شما رو بگیرن از طریق این گوش دادن بینا، بعد شما رو مثلا گیر بنزن و شکنجه کنن. شیوه ها یکم این بود، یکم مثلا ما رو بودن بهداری سعی میکردیم که تو بهداری از فرصت ها استفاده کنیم، مثلا با زندانی دیگه تو بدار کنیم اگر ملاقات میادیم، یا مثلا با بازجویی حتی در اتاقای شکنجه یا توی سالن ملاقات که می‌رفتیم و احتمالاً با زندانی‌های دیگه روبرو می‌شدیم، از هر فرصتی برای تبادل اطلاعات استفاده می‌کرد. برای همینم مبنای کار زندانبان‌های رژیم جمهوری اسلامی تو زندان سیاسی این بود که به هر طریق ممکن رابطه و ارتباط رو قطع کنن. شما مرس رو تو زندان یاد گرفتین آقای خداوند لویی؟ بله بله، من خودم تو زندان یاد گرفتم. چجوری؟ خود من البته نمیدونم که این چجوری این اصلا شروع شد، ابتکارش کی بوده، مال زمان شاه بوده یا کی بوده، ولی من از طریق همین هم اتاقی هم سلولی هم ازشون خواستم که به من یاد بدن که اگر احیانا روزی انفرادی افتادم ازش استفاده کنم. و توی همون سلولایی که بودیم سال قبل‌تر روی کاغذ از طریق سوزن یه جدول کشیده میشد، سوزن سوزن میکردن یه جدول میکشیدیم که شامل 4 ردیف و 8 ستون بود که 32 حرف حروف الفبا رو مینوشیم توش. بعد به ما گفته میشد مثلا یاد گرفتن که مثلا برای ردیف ها فرض از یک ضربه استفاده کنم، برای ستون ها از دو ضربه پیاپی یعنی جفت استفاده کنم. خب بعد اینا تمرین میکردن. روز اول که من رفتم تو انفرادی میخواستم با بغلتون صحبت کنم، خب خیلی سخت میتونستم مرس بزنم، اون خیلی سخت متوجه میشد، ولی هرچی تجربه زندانیا در انفرادیا بیشتر بود مهارت بالاتری پیدا میکردن. و من در خاطرات بعدی هم بیان خواهم کرد که ما اساسا با یه زندانیای روبرو شدیم که به خاطر اینکه سالهای خیلی زیادی تو انفرادی بودن اساسا این از ضربه های تک و جفت استفاده نمیکردن، یعنی هم برای ستون هم برای ردیف تک ضربه میزدن و اینقدر مهارت داشتن که میفهمیدن که کدوم ضربه مال ردیف بود کدوم مال ستون بود و اینقدر سریع میگفتن، خیلی وقتا کلمات رو نصف نیمه میگفتن، یعنی بقیهش خودتون به حدس میزدی که مثلا چی میگن. و مثلا میشد گفت که فرض یک صفحه مطلب رو اینا در عرض مثلا کمتر از یک دقیقه مثلا 30 ثانیه اینو بیان میکردن. این چیزی بود که من البته هیچ وقت به این نقطه نرسیدم. یه خاطره خیلی جالبی تو این رابطه دارم که تو خاطرات خواهم گفت که ما در جریان قتل عام وقتی منو به سلولای 209 اوین بردن که محاکمات در اونجا ادامه پیدا کرده بود، چند زن زندانی سیاسی اووردن که طبیعتا اونا باید مجاهد می بودن، چون که اساسا زنان غیر مجاهد در محاکمات برده نشدن، بخصوص که در اون دوره اساسا فقط بچهای مجاهدین رو داشتن محاکمه می‌کردن که طبیعتا اونا خواهران مجاهدی بودن که از بندهای زنان آورده شده بودن. بعد مثلا من سعی کردم با اینا ارتباط برقرار کنم، نه تنها من، دوستایی که با من هم سلول بودن که اونا از منم خیلی ماهرتر بودن، با تجربه تر بودن. ما هر کاری می‌کردیم که اونا هم برابری کنیم، چون اونا از همین سیستم تک ضربه استفاده می‌کردن، خیلی سریع می‌گفتن بعد جمله‌ها رو هم نصف نیمه می‌گفتن، بعد ما هم خیلی آروم تق 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 می‌گفتیم که لطفاً یواش‌تر بزنید ما متوجه نمی‌شیم، نمی‌خوام نشون میده که اون خواهرای مجاهد سابقه زیادی توی انفرادی داشتن که اینقدر ماهر بودن. اساساً مرس بیشتر کار بودش مال سلولای انفرادی بود، کمتر توی بندها استفاده میشه. تو بندها بیشتر از یادداشت و برگ و حضوری استفاده میکرد. این روش جدیدی که میگن استفاده میکردن من یاد تکست زدن امروزه میندازه، چون الان هم کلمات رو خیلی کوتاه مینویسن، خلاصه مینویسن و به قول شما یک مطلب یک صفحه‌ای رو میشه توی یه پاراگراف جا داد از طریق تکست و شیوهایی که در فضای مجازی موجود هست. اونا فکرم خیلی جلو بودن از وقت خودشون. دقیقاً. آیا این فرصت براتون پیش اومد که بتونین مرس رو به کسی دیگر یاد بدین، به زندانیان جدید؟ بله، حداقل یک دو مورد من یادم میاد که هم بندیام از من پرسیدن که چجوری میشه مرس زد. اونا کسایی بودن که تجربه انفرادی نداشتن.
صبح 8 مرداد سال 1367 شما توی ویدیوتون میگین که با یک اتفاق خیلی جالب از خواب بیدار شدید یا پریدید، نمیدونم این اتفاق رو فهم برامون توضیح بدین و اینکه چه احساسی داشتین از این اتفاق. بله، لازمه که به شنوندگان عزیز رادیو ایراوا یادآوری کنم که من در سال 1363 یک بار به انفرادیای موسوم با آسایشگاه برده شده بودم که اصلا تعجب کردم از دیدن آسایشگاه، چون اون موقع اصلا نمی‌دونستم همچین سلولایی ساخته شده، که معلوم شد که لاجوردی در فاصله 2 سال گذشته این سلولا رو ساخته. بعد از اون در سال 65 و همینطور سال 66 هم دوباره به همین سلولا برده شده بودم و این در واقع میشه گفت 4 بارم بود که وارد این بند انفرادی ها میشدم. تو اون دفعات قبل در تمام این دوران ها یه قانون اصلی و بسیار مهم و یه خط قرمز بسیار سفت و سخت از طرف زندانبان ها وجود داشت، اونم سکوت در داخل بند و سلول ها بود. برای مثال موارد زیادی از دوستان من بودن که چون شیر آب رو توی سلول باز کرده بودن با شدت، چون روشویی ها داخل سلول بود، آثار رو ریخته بودن، کتکی زده بودن و گفته بودن تو داری با این کار داری علامت میدی به سلول های دیگه، چون گویا که مثلا منظورش این بود که شما مثلا با این شیر باز کردن میخواهید بگید که پاسا داریم اومد تو داخل بند مثلا، یعنی اون نفری که متوجه میشه یا همچین چیزی. خب تا این حد قانون سکوت مطلق بود تو داخل انفرادی ها. حالا در نظر بگیری که من در 8 مرداد 1367 اومدم دوباره تو همین سلا و با همون ذهنیت هستم، بخصوص که روز قبلم تلاش کردم که با کنار دستیام از طریق مرس ارتباط برقرار کنم و اونا جواب من نداده بودن. خب طبیعتا من هنوز اون ذهنیت داشتم که این قانون سکوت مطلق همچنان توی انفرادیای اوین هستش، که البته شامل انفرادیای کمیته مشترک یا گوهردش یا هر جای دیگه هم بود. صبح که خواب بودم یهویی با صدای بلندی که توی فضای بیرون اون بند و زندان پیچیدش از خواب پریدم، متوجه شدم که صدای زنان جوان دخترانی هستش که با صدای بلند دارن سلام میکنن و با اسامی جالبی همدیگر صدا میکنن. مثلا اولین اسمی که اومد یکی گفتش که سلام آفتاب، اون یکی گفت که سلام مهتاب، اون یکی گفت سلام ستاره، اون یکی گفت که مثلا فرضی دریا کجاست خوابیده، نمیدونم. بعد من متوجه شدم که این زندانیان زن، زندانیان که احتمالاً زنان مجاهد یا زنان مبارزی بودن که توی سلول‌های طبقه پایین ما قرار داشتن، اینها هر روز صبح اول صبح که بلند میشن کاری که میکنن که از طریق پنجره با همدیگه سلام میکنن و به اصطلاح صبح بخیر میگن و حتی همدیگه رو بیدار میکنن، چون یکیشون مثلا دیرتر جواب داده بود، اون یکی میگفت که خوابی هنوز مثلا دریا نه، که اونم بلافاصله جواب داد گفت نه من بیدارم صبح مثلا تو هم بخیر. بعد این نکته جالب اینجا بود که اول از اینکه با صدای بلند اول صبح سلام علیک کردن اونم از پنجره، اینم به صورت تقریبا علنی، این چیزی نبود که مثلا دیگه میشه گفت مخفیش کرد، چون وقتی تعداد زیادی مدت زمان طولانی‌تری با هم داره گفتگو می‌کنن خب به راحتی قابل شناسایی بودن. مثلا یه پاسدار میتونست هر روز صبح بره اونجا ببینه کدوم سلول‌ها هستن که صدا ازشون میاد. خب اولا جا خوردم از اینکه صدا رو اصلا میشنوم، دوم اینکه بعدش هم برام خیلی جالب بود که میدم که این زندانیان زن برای خودشون اسمای مستعار ولی با نمادهای طبیعت گذاشتن، یکی دریاست، یکی ستاره است، یکی ماه، یکی مهتاب، یکی کوه، کوهستان، یا اسامی خیلی مختلف بود که حالا من بعضیاشو به ذهنم مونده. و با این اتفاق که من بیدار شدم خیلی برام هم مبهوت کننده و عجیب بود و هم خیلی خوشایند بود، یعنی احساس لذت بخشی داشتم که بس من توی محیطی هستم که اینقدر من زندانبان قادر نیست که کار خودش رو پیش ببره. یعنی وقتی که زندانبان نمیتونه قانون خودش رو مثل سال قبل حاکم کنه داخل انفرادیا، برای من هم امید بخش بود، هم به من شجاعت میداد، جسارت میداد که من هم شهامت بیشتری داشته باشم برای برقراری ارتباط با و شکستن قوانین زندانبان، چون این خیلی مهم. تا اون سال قبلش خیلی سخت بود من مثلا یا من هر زندانی دیگه به ذهن اون خطور کنه که بتونیم این قوانین اونم در شکل مثلا بالاترین حد خودش که همون صدا بود بشکنیم، و خوشبختانه این اتفاق در اون زمانی که من اونجا بودم افتاده بود. حالا اینکه از کی این کارو میکردن دقیق نمیدونم. در واقع به همدیگه هم خبر میدادن که هنوز هستن، دوستان هم تو اون زندان هنوز هستن و زنده هستن حتی، درسته؟ بله، اینم در واقع میشه که آمارگیری هم بود. آیا خود شما هیچ وقت توی مورد مشابه شرکت کردید که همراهی کنید با زندانی دیگه، یا اینکه آغازگر چنین حرکاتی باشید؟ من خب تجربه 3 بار قبل از این داشتم توی انفرادیای این محل. تو اون زمان خب خیلی مرعوب اون وضعیت اون قوانین بودم،
خب و هیچ نوع حرکتی نداشتم. ولی بعد از این اتفاق من دیدم، خب برام خیلی جالب بود که من خب بس منم میتونم این کارو بکنم و لازمه که اصلا این کارو بکنم. برای همین من دو روز بعدش، در واقع روز دوشنبه که فکر میکردم روز عید قدیره، چون قبلا شنیدم که گویا دوشنبه هفته بعد که دوشنبه میشه عید قدیره، من تصمیم گرفتم که برم بالای پنجره و به عنوان اولین نفر حتی به صلاح رکورد بشکنم و خودم رو تبریک بگم عید قدیر رو و همه دوستانم که تو انفرادی ها بودن، چون غالب زندانیان که تو زندان بودن و حتی تو انفرادی ها بودن خب مجاهد بودن و اونها هم دارای اعتقادات مذهبی بودن، خب طبیعتاً تبریک گفتن به مناسبت عید قدیر چیز معمولی بود. بعد روز دوشنبه در واقع فکر کنم 10 مرداد بود که من از اما اول صبح بلند شدم، قبل از اینکه اصلا جام جمع کنم از پنجره رفتم بالا و با صدای بلند عید قدیر رو تبریک گفتم، که البته هیچ کس جواب من نداد. آخه که البته من یه خود سیشو ور خوردی خودم که چنگن سر خوردم شدم که هیچ کی از من استقبال نکرده، از این من که بعد از مدت ها تو عمرم میخواستم یه شهامت و جسارتی به خریدم اینجوری با واکنش رو شد. ولی بعد متوجه شدم روز بعد وقتی خواب بودم دیدم که با صدای بلند دوستانم توی سلولای دیگه که عید قدیر تبریک میگن به هم دیگه و همه هم دیگه جواب هم دیگه میدن. بعد من اولش فکر میگنم که اینا چقدر عقبن، اینا یه روز عقب موندن از وقایع اینا، ولی بعدا متوجه شدم نه من اشتباه میکردم، من یه روز این تبریک عید گفتم و اشتباه از من بود و اون بچه‌ها حالا از کجا اینقدر تاریخ دقیق اینو میدونستن که همه با هم دیگه زلا واکنش نشون دادن. میشه گفت تنها موردی بود که من این کارو کردم همین یه بار بود. خیلی جالب. اعترافات تکان دهنده یه زنده. شما اصلا برای من توضیح بدین که چطور متوجه شدین که چیزی به نام قتل عام داره تو زندان ها اتفاق میفته؟ من روز 6 مرداد که روز پنجشنبه بود در سال 1367 به همراه تعداد از همسلولی و همبندی هام با چشای بسته به ساختمان دادگاه اوین برده شدیم که تو ساختمان دادستانی سابق بود. اون روز البته من هیچ چیز متوجه نشدم و از هر کدوم سوال کردم چیزی نمیدونست، ولی روز جمعه 7 مرداد ماه من رو به نزد هیئت مرگ بردن. من خودم با دیدن اون صحنه هیئت مرگ خیلی جا خوردم و میشه گفت که چون یک صحنه خیلی عجیبی بود. وقتی که منو با چش بسته وارد یه اتاقی کردن که در حالی که پشت سر من ده ها یا شاید صدها زندانی تو به چشمای بسته تو راهرو نشسته بودن و منتظر بودن مثل خود من، وقتی من وارد یه اتاقی شدم و یک نفر من گفت چشمم دوباره دیدم که یک میز بزرگی تو این اتاق هستش و یک آخوند نسبتا جوونی پشت میز نشسته و دو مرد کت شلواری در طرفه نشستن. بعد تعداد 7-8 مرد دیگه که همشون هم فکر کنم کت و شلوار به تنشون بود، یعنی در واقع لباس رسمی داشتن، پشت سر این 3 نفر روی صندلی ها به صورت نیم دایره نشستن. بعد همگی به من دارن نگاه میکنن و روی این میز انبوهی پرونده ها به صورت به هم ریخته رو هم دیگه تلمبار روی میز هست. خب اصلا این صحنه هیچ وقت تو زندان دیده نشده بود، نه من و نه کسی دیگه نیدو. ما سال قبل دادگاه رفته بودیم دیده بودیم که مثلا یه آخوندی هستش، بعد با ما رو مثلا به همراه یک بازجو یا کمک بازجو عموما، یعنی در واقع میشه گفت که بازجوهایی که مثلا نقش دادستان داشتن برده میشن داخل دادگاه، نه وکیلی بود نه شاهدی بود نه نظارگری بود، فقط یه بازجو و یک حاکم شهر. خب این محاکمات اون سالها بود و حالا من وارد یک محلی میشدم که نه تنها یک آخون بلکه 2 نفر دیگه هم کنار دستش هستن و تعداد بیشتری در پشت سرش نشستن و همه هم زل زدن به من. خب این یه صحنه خیلی هم عجیب بود هم میشه گفت ترسناک و دلهور آور بود. وقتی که من این صحنه رو دیدم واسه شو بخواید اولین احساس این بود که اینا اومدن که کلک ما رو بکنن، یعنی این حسی بود که نه فقط یه حس خالی بلکه ناشی از یک تجربه طولانی زندان و شکنجه و آشنایی به این حکومت و ماهیتش بود، که انگار که همه این تجربه و همه اون داده های ذهنی من در مورد این رژیم اون لحظه در این خلاصه شد که گفتم اینا اومدن ما رو بکشن. یعنی این تو ذهنم گذشت نه اینکه چیز خاصی باشه. اون آخوندم خیلی ملایم صحبت کرد، خیلی آروم صحبت کرد، هیچ لحن به اصطلاح تندی به کار نمی بود، یعنی فضا اصلا نبود که فعل بداه آدم چیز بشه، ولی اون صحنه طوری بود که این حس رو به من داد. وقتی که من از این دادگاه یا این هیئت یا از این کمیسیون هر چی که اون لحظه که نمیدونستن اصلا چی اومدن بیرون و منو به همراه 10 زندانی به ساختمان همین انفرادی ها بودن که موسوم بازداشتگاه بود، اونجا من با حسن فارسی در یک فرصتی تونستم که صحبت کنم وقتی که پاسدار نبود. حسن فارسی هم مدرسه من در دارالفنون بود، از سال 1357
هم مدرسه بودیم تا سال 1360 که اعدام‌ها شروع شده بود و همه دیگه مخفی شده بودیم. بعدن هم این با حسن فارسی در بند 19 زندان گوهردشت هم بند شده بودن و بیشتر باش ارتباط برقرار شدن و البته ما آشنایی بیشتر از این هم داشتیم چون با هم یه فعالیت سیاسی می‌کردیم در فاز سیاسی. حسن فارسی به من گفت که من امروز محاکمه شدم و از سازمان مجاهدین خلق و استراتژیش و ایدئولوژیش و همه چیزش دفاع کردم و الانم دارم میرم اعدام. یعنی داشت میگفت که منو دارم میبرن اعدام. این اولین بار بود که یک زندانی رسما و علنا میگفت که من برای اعدام برده میشم. بعد متوجه شدم که این وسایلش رو پاسدار اوردی داده و این گویا وسایلش ناقصه، اون چیزایی که ساکی که بهش داده بودن همه وسایلش توش نبود و این داشت با اون پاسدار جربس میگرد. یعنی قبل از این صحبت من مکالمه من این داشت با اون پاسدار جربس میکرد و من فهمیدم که در واقع وسایل اینو تحویلش دادن و دارن برای اعدام میبرن، چون که اعدامی رو همراه با وسایلش میبردن و یه جایی خب لابد وسایل ازش میگرفتن و به اصطلاح برای اعدام میبردن. اون لحظه این صحنه ای بود که برای من دیگه تقریبا با یک شاهد یا یک گواه مشخص شد که اعدام هست. ولی خب توجه داشته باشی که تو اون زمان حتی من زندانی که دشمن اون رژیمم بودم برام قابل فهم نبود که آیا این رژیم واقعا داره همه زندانی ها رو میکشه یا نه، این حسن فارسی چون دفاع علنی صریح و شجاعانه از سازمان مجاهدین خلق کرده داره اعدام میکنه. یعنی این قابل فهم برای من نبود، نمیتونستم اینو تعمیم بدم به همه اون دوستانی که همون ساعت از کنار من بردن، ده ها نفری که صدا کردن و البته حسن فارسی هم بردن به اونا رسوندن، یعنی بردن به اون صف رسوندنش چون چند دقیقه بعد حسن رو از من جدا کردن. این میشه گفت که اولین بارقه یا اولین اطلاعات مربوط به اعدام بوده که من دریافت کردم، که البته اینم نمیشه به عنوان یک دلیل مشخص تو اون زمان بیان کرد ولی خب بالاخره یه خبری بود که من گرفتم. درسته. میتونین برگردین به اون اتاق به اصطلاح دادگاهی که وارد شدید و اون احساسی که داشتین؟ میخوام بپرسم که اون تو اون اتاق اون حاکم شهر یا اون آخوند چی میگفت به شما؟ ببین من با چشم بسته بعد از 48 ساعت بودم داخل یه اتاقی که اصلا تا اون لحظه اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. من فکر میکنم مثلا وزارت اطلاعات داره از ما بازجویی میخواد بکنه، مثلا ما رو کتک میزنن بگن که خب چرا تو هنوز هوادار مجاهدین باقی موندی یا چرا حاضر به مصادره. ولی خب اون صحنه دیدم مثلا جا خودم. بعد همینجوری مبهوت که به این آدما نگاه میکردم و به اون نفراتی که پوسترش بودن که اینا کیان که به من زل دادن، اون آخوند به من گفت که بشین رو صندلی بشین، که صندلی بود که کنار دست من نشستم. گفتش که اسمت چیه؟ گفتم من محمد خودمندلی هستم. گفت اسم پدره؟ گفتم که اسم پدرم علیه. گفت که تو پسر همون دکتر خودمندلی هستی که سال 60 اعدام شد؟ گفتم بله. اصلا ناخودآگاه به خودم گفتم که خودشه، این همین حکم اعدام پدرم صادر کرده که اینقدر آشناست. یعنی مثلا به راحتی پدر منو به یاد میاره یا مثلا با عنوان دکتر خدابندلو اسم میبره. یعنی یک حاکم شهر معمولی که ناآشنا بود بعید بود که مثلا اینجوری داد. مثلا میتونست بگه پدر تو اعدام شده، مثال میزنم، ولی گفت پدر تو همون دکتر خدابندلو که سال 60 اعدام شد. گفتم بله. و گفت که خب اتهام چیه؟ گفتم که هواداری از سازمانه. گفت که سازمان چی؟ گفتم سازمان مجاهدین. گفت خب قبولشون هم داری دیگه، یعنی انگار که وقتی من گفتم سازمان مجاهدین اون یک تاییدی هم از من میخواست بگیری که من اونا رو قبول دارم، که بعدها من فهمیدم که خب این تاییدی خیلی مهمه براش که بتونه حکم اعدام هم راحت تر صادر کنه، چون وقتی که یکی قبول میکرد سازمان مجاهدین خلقو تو همون مرحله اول اعدام رو براش صادر میکردم، یعنی نیازی دیگه به جر و بحث و مثلا مشورت هم نبود. من که تحت تاثیر این فضا قرار گرفته بودم، یه مقدارم ترسیده بودم، یه خود دلهره و استرس داشتم، گفتم که نه نه من اصلا الان دیگه به مسائل سیاسی اصلا دیگه فکر نمی کنم، من میخوام برم سال بعد خود من تمامش میخوام برم دنبال زندگی، من دیگه اصلا کاری به هیچ سازمان گویی ندارم. که اون آخونده با این واکنش من جا خورد که بعدا فهمیدم نیریه. نیری گفتش که یعنی تو اینا رو قبول نداری؟ گفتم که نه اصلا من دیگه سیاسی نیستم. گفتش که خب بس چرا گفتی مجاهدین؟ وقتی من از اتهام تو پست نگفتی سازمان مجاهدین. گفتم خب اسمشون سازمان مجاهدین دیگه. گفت که نه، کسی که اینا قبول نداشته باشه و از اینا روی گردونده باشه میگه منافقین. گفتم که خب اسمشون اینه، اسم سازمان مجاهدین دیگه، اسمی که نمیشه عوض کرد که. گفت نه اینجوری نیست، خیلی با همین لحنی که من به شما میگم. گفت نه اینجوری نیست، کسی قبول نداشته باشه ببینن نمیگه مجاهد، میگه منافق. من کوتاه نیومدم. جالب این بود که اولین بارم بود که اصلا من کلمه مجاهدین رو به کار می‌بردم، چون من سال قبل همیشه وقتی ازم می‌پرسن اتهام چی می‌گفتم هوادار سازمان و هیچ وقت زیر بار نمی‌رفتم که مثلا بگم مجاهدین یا مثلا منافقین، چون که می‌خواستم این وسط باشم که
نه زیاد کتک بخورم، نه زیاد شکنجه بشم، نه هم از اون به اصطلاح خیلی خراب کنم به قول موضوع. ولی درست. اون اولین بار بود که من کلمه مجاهدین به کار بردم تو دادگاه و اون هم یه مقدار مجادله کردیم با هم دیگه، ولی من کوتاه نیومدم که مثلا بگم باشه مثلا منافقی، حالا نمیدونم چطور شد من اونجا وایسادم سر این موضوع. وقتی که اینو گفتم نگیری به من گفت که خب پس پاشو برو بیرون به اون کسی که پشت سر من بود و من داخل اتاق بود که احتمالاً اینا ماموران یا خودشون ماموران عالی رتبه وزارت اطلاعات بودن، چون همه کارا اونجا دست مدیریت دست وزارت اطلاعات بود، آدمایی که می بودن دیگه پاسدار معمولی نبودن تو اون محل. به اون گفت که یه کاغذ بده این همینایی که الان اینجا به ما گفت که سازمان قبول نداره و نمیدونم میخواد بره دنبال زندگیش، اینا رو بنویسه امضا کنه برای من بیار کاغذشو. وقتی که من بلند شدم که برم بیرون، نفر سمت راست این آخونده که بعدا فهمیدم اشراقیه، البته من قبلا این قیافش اینا رو به ذهنم بود ولی اون لحظه خوب به خاطرم نیومدش که این همون اشراقیه، یه قیافه خیلی زمخت و خیلی اخمو و بعد خیلی بدخلق و عصبانی داشت، به من گفتش که چرا نمیخوای مصاحبه کنی؟ گفتم خب من مصاحبه نمیکنم. البته اینم بگم که اون نیری هم اینو از من خواسته بود که آیا حاضری مصاحبه کنی، آیا حاضری بری تو تلویزیون صحبت کنی، من اینا رو قبول نکردم از نیری. حالا این اشراقی هم ولکن نبود، گفتش که خب چرا مصاحبه نمیکنی؟ گفتم که خب من نمیکنم، من اصلا مصاحبه نمیکنم، دلیلم نمیوردم. هی میگفت چرا، من فقط تکرار میکردم که نمیکنم. گفتش که خب بیا برو تو نماز جمعه و جنایات منافقین افشا کن. گفتم من این کارو نمیکنم. اون نیری مداخله کرد، گفت که ببریدش آقا، اینو ببریدش، اون کاغذ رو بنویس. چون من اومدم بیرون و اون یک روی کاغذی نوشتم که من اساسا هیچ اطلاعاتی در مورد سازمان مجاهدین، استراتژیشون، ایدئولوژیشون من ندارم و الانم حکمم سال بعد تموم شد، میخوام برم دنبال زندگیمو، متعهد میشم که دیگه فعالیت سیاسی نکنم. اونو امضا کردم دادم به هم مأمور. اون مأمور رفت داخل اتاق، یه چند لحظه بعد برگشت، یه کاغذ دستش بود، گفت که این چیه؟ یه چیزی درست حسابی بنویس، یه چیزی ننوشتی تو اصلا توش که. منم با ناراحتی و عصبانیت خب خیلی با هم ریخته بودم که همین حدش هم حاضر شد بودم، برای من سخت بود که اصلا همینم بنویسم. ولی اون لحظه اون انگار که اون سایه مرگ منو وادار کرد این کارو بکنم. بعد من با عصبانیت گفتم که من هیچی نمی‌نویسم، همینه، من بیشتر از این نمی‌نویسم. اونم دوباره برگشت رفت تو اتاق و دیگه پیداش نشد اون شخص، تا اینکه در دقیقه رو بعد یکی اومد، حالا یا اون بود یا کسی دیگه بود، چون چشمام بسته بود هیچی نمی‌دید. خیلی آروم منو برداشت بود توی صفی قرار داد که همه چشم بسته آماده خروج از اون محل بودن، که بعدها بعد از اینکه منو با اون صف به سمت شمال زندان اهلین رفتیم وارد ساختمون انفرادی ها شدیم و بعد من دیدم اونا تک تک صدا کردن و دوباره برگردوندن بیرون و آخرین نفرشون هم حسن فارسی بود که باهاشون صحبت کردم و به من گفت منو دارن برای اعدام میبرن. من در واقع متوجه شدم که گویا همین بچه‌ها رو برای اعدام می‌برن، که معلوم شد تمام کسانی که اون روز رسماً علناً اساساً اونجا خلاف دفاع کردن یا حاضر نشدن تعهدی بنویسن، چیزی بنویسن که به اصطلاح به طور مطلق در واقع از نظر اونها این شخص سر موضعی محسوب می‌شد، برای اعدام برده شدن در همون روز که علی زاره و حسن فاسی تو این جمع نشدن. همون روز اعدام شدن. بله، 7 مرداد 1367. چند وقت بعد شما آزاد شدین؟ دوباره، البته من دوباره محاکمه شدم تو همین کمیسیون. در واقع اینها انگار که فیلتر میذاشتن، یه دی رو اول فیلتر میکردن اعدام میکردن، بعد دوباره یک بار دیگه محاکمه میکردن، دوباره یه دی رو اعدام میکردن، همینجوری مثل قربال در واقع عمل میکردن. تا یک دو ماه من درگیر بحث اعدام ها و دادگاه و هیئت مرکزی بودم، ولی من یک سال بعد در مرداد 1368 در پایان محکومیت 7 سالم آزاد شد. دوران سختی باید بوده باشه. تمام این جلسات چشمان شما بسته بوده، درسته؟ اساسا تا زمانی که من زندان آزاد شدم در سال 1968، زندانی به جز سلول خودش هیچ وقت چشم باز نداشت. هیچ وقت. توی توضیحاتی که شما توی ویدیوتون تو یوتیوب میدید آقای خدابندلو، اشارتی دارین به بند 3 بالای زندان اوین، فکر میکنم از این بند 3 چجور جایی بود؟ چرا بهش اشاره میکنید؟ بله، توجه داشته باشید که یک ساختمان بسیار بزرگی تو داخل زندان اوین است، که یک ساختمان قدیمی که از زمان شاه و ساواک باقی مونده، در واقع یکی از قدیمی ترین بخش های زندان اوین که اون زمان بهش میگفتن 325، با کد 325 شناخته میشد، که البته این کدها بعدا هی مرتب با تعویض شماره های کد تلفن های اون بخش ها شماره ها عوض میشد، ولی 325 بود. این بخش شامل 4 بند 2 طبقه بود که بهش میگفتن بند های 4 گانه، که شامل بند 1 2 3 4 بود. بندها چون دو طبقه بودن، به طبقه پایینشون گفتن مثلا یک پایین، به طبقه بالاش گفتن یک بالا.
من خودم در بند 4 بالا بودم، یعنی در این طبقه بالا بودیم که این بندها از هم مجزا بودن، یعنی اجازه رفت و آمد به این بندها نبود. بند 3 بالا که در واقع میشد همسایه بند 4 که در کنار ما بود، و چون کنار ما بود اون زمان که من در بند 4 بودم و ما رو از زندان گوهردشت به این بند آورده بودن، موفق شدیم از طریق دیوار آخری سلول بندمون که به راهروی بند 3 بالا ارتباط داشت مرس بزنیم و با اونا ارتباط برقرار کنیم. ابتداعا هم اونا به ما اعتماد نمی‌کردن، چون نمی‌دونستن که اصلا اینا کیان دارن مرس می‌زنن به بند 3. بعدا ما از طریق یکی از زندانیان اون بند به نام حسن فیض‌آبادی که سال قبل از پیش ما برده بودن اونجا و ما می‌دونستیم که اون بند هست، اعتماد برقرار شد. یعنی حسن فیض‌آبادی اومد پشت خط مرس، بعد سوال کرد، مثلا گفت که تو کی هستی، مثلا اون گفت مثلا من محمود یزدی هستم، و گفت محمود یزدی تو کدوم اتاق بودی، یادت میاد تو کدوم من بودی کدوم اتاق بودی؟ وقتی محمود اطلاعات دقیق مثلا بهش داد، اون اوکی کرد که بله این بچه‌ها بچهای گوهردشت هستن و به این واسه به ما اعتماد کردن. ولی ما از قبل هم میدونستیم که بند 3 بالا بند زندانیان با محکومیت سنگین، حبس ابد و یا بالای 20 سال و همینطور محکومین زیر حکم اعدام بوده. اکثریتشون بچهای حبس ابدی بودن، یه تعدادی هم بچه‌هایی بودن که بالای 20 سال 25 سال حکم زندان داشتن و یه تعداد معدودی هم زندانیانی داشتن که زیر حکم اعدام محسوب می‌شدن، که تا اونجایی که من اینا رو یادم میاد مثلا یکشون حبیب بیابانگرد بود، یکی بهرام سلاجقه بود، فکر کنم موسی خانی بود. اینا بچه‌هایی بودن که برای بار دوم تصفیه شده بودن، محاکمه شده بودن، ولی بهشون حکم داده نشده بود و حد زده می‌شد که اینا رو اعدام خواهند کرد، برای همون بهشون میگفتن زیر حکمی. ولی بچه قالبشون بچه های با محکومیت های بالا بودن، که همونطور گفتم حسن فیض‌آبادی بود، که حسن فیض‌آبادی یه برادری هم داشت به نام حسین فیض‌آبادی. این دوتا با هم توی گوهردشت با من همبند بودن، من با اینا همبند بودم توی بند 19. بعدم چون که حسن حکمش سنگین تر بود منتقل شده بود به اینجا. در جریان اخبار اطلاعات بعدی من متوجه شدم که مثلا علیرضا حاج صمدی هم تو همین بند، که این رو اصلا قبل از شروع قتل ها از بند برده بودن، از بند 3 بالا برده بودن به بهانه این که روز عید قربان و به اصطلاح ملاقات میخواد بدن با همسرش مریم گلزاده قفوری، یعنی ملاقات داخلی به خاطر عید قربان. این رو صداش کردن بردن و هیچ خبری بعد از اون از این شخص نشد، یعنی از علیرضا حاج صمدی، که بعدا هم اسامی جزء قتل عام شدگان سال 67 اعلام شده. یعنی در واقع میشه گفت که بخشی از این زندانی ها رو حتی چند روز قبل از شروع قتل عام از بندها برده بودن، که این نشون میداد که یه آماده سازی مقدماتی هم شده بود، احتمالاً یه دلی که نظر خاص هم روشون داشتن رو زودتر هم برده بودن قبل از اینکه اصلا حتی ازشون شروع بشه، چون حتما میدونی که روز 6 مرداد 1367 روز شروع قتل عام به صورت رسمی در زندان های رژیم بوده، ولی علیرضا حاج صمدی روز دوشنبه 3 مرداد از بند برده بودن و برش هم بند نگردن. فهم کنین چند نفر از اون بند اعدام شدن آقای خداوند لویی؟ اون بند هم یه چیز شبیه ما بود، تقریبا زیر 150 نفر زندانی داشت. که تا اونجا که من بعدم، چون ما همه بچه های زندانی اوین رو همه ما رو توی بند جمع کردن، یعنی کل زندان اوین کردن توی بند، که همون بند 4 بالا بود که من خودم قبلا توش بودم، بعدم ما رو منتقل کردن دوباره به 3 بالا. یعنی دوباره ما در واقع بعد از قتل عام همه بازمانده های این قتل عام تو 3 بالا رفتیم، یعنی همون بندی که قبلا بالا محکوم بود. من طریق دوستانی که بازمانده این بند بودن که باهاشون آشنا شدم و بعدها صحبت‌های بیشتری در مورد این بند کردیم، متوجه شدم که از اون 100 مثلا 45 نفری که احتمالاً اونجا بودن، بیش از 100 نفرشون اعدام شده بودن، مثلا در 20 نفر باقی مونده. یک از دلایلی که اونجا بیشتر زندانی باقی مونده بود این بود که این بند مختص زندانیان مجاهد نبود، یعنی گروه های سیاسی دیگه هم تو این بند بودن، که خب طبعا چون اونها هم کمتر در معرض اعدام قرار گرفتن و تعداد کمتری ازشون اعدام شد، این بازمانده ها در واقع بخشیشون هم آمار زندانیان غیر مجاهده که باقی مونده بودن تو اون بند، اما بیش از 60-70 درصد اون بند هم اعدام شدن. ولی در مورد بند خودمون اجازه بده بگم که بند 4 بالا از 157 زندانی که بودیم، که البته یک زندانی غیر مجاهد داشتیم، ولی 156 زندانی فقط 6 نفر از هواداران سازمان مجاهدین باقی موندن و 150 زندانی اعدام شدن، و میشه گفت که تقریبا آمار
اعدام های سال 67 تو همین حدوده، یعنی شما تناسب ببندید بین مثلا عدد 160 و 150 یا 140، یه چیزی در این حدوده، بیش از 90% اعدام شد.